در اینترنت تبلیغات زیادی در مورد پولدار شدن از طریق کارهایی که احتیاجی به مهارت و یا سخت کوشی ندارن میبینیم. میگن کافیه که تکنیک‌های ارائه شده در دوره‌های آموزشیشون رو به کار ببرید و زمان زیادی نخواهد گذشت که ثروتمند خواهید شد. و بهترین قسمت ماجرا اینه که شما این کار رو در منزل گرم و راحت خودتون انجام میدید. افراد کنجکاو، مستاصل یا ساده خیلی زود فریب این گونه پیشنهادات رو میخورن. اما افراد هوشیار میتونن بفهمن که این کار کلاهبرداریه. اونا میدونن چیزی به اسم پول آسون وجود نداره. اما اگه مراقب نباشن در دام عشق به پول میفتن و به دنبال ثروت خواهند رفت. در کتاب امثال میخونیم که میگه خیشتن را برای ثروتمند شدن از پای میفکن. از اندیشیدن بدان بازیست. تا چشم برام بدوزی از میان رفته. زیرا ثروت چون عقاب بال میگیرد و میپرد. پولس رسول درباره هر چیزی که باعث میشه به دنبال جمع کردن ثروت باشیم هشدار میده. آنانی که سودای ثروتمند شدن دارن دچار وسوسه میشن و به دام امیال پوچ و زیانباری گرفتار میان که موجب تباهی و نابودی انسان میگرده. منظور پولس اینه که کسانی که عشق به پول دارن از مسیر ایمان منحرف شده، خودشونو با رنجهایی که ناشی از این کار درگیر میکنن. در مثل برزگر مسیح به ما میاموزه که جاذبه و ثروت و فریبکاری ثروت باعث میشه برای ملکوت خداوند ثمر نیاوریم. داشتن پول برای رفع نیازهای اساسی لازمه. پول میتونه برای رفع احتیاجات نیازمندان به کار بره و قسمتی از ملکوت رو به روی زمین بیاره. اما عشق به پول ما رو رنجور و شهادتی که برای مسیح داریم رو خدشه‌دار میکنه. بزرگترین درگیری که با پول دارین چیه؟ چگونه میتونین به جای استفاده از پول برای خواسته ها و جاه طلبی های خودتون اونو برای ملکوت خداوند استفاده کنید؟